دولت رئیسی لایحه بودجه سال 1403 رو به مجلس ارائه داد. چیزی که در این لایحه بیشتر به چشم میاد افزایش 50% مالیاته. به طوری که درآمد مالیاتی اون 100% برای سال 1403 افزایش داشته. این در شرایطیه که وضعیت معیشتی اکثریت جامعه روز به روز داره بدتر میشه. سوال اینه که این مالیات رو از چه کسانی میگیرن؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای اصغر ابزری. با سلام به شما و ممنون از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید. میخواستم قبل از پرداختن به موضوع مالیات نگاهی داشته باشیم به روند گسترش فقر در ایران که چگونه هستش. من هم سلام دارم خدمتتون و خدمت بینندگان محترم ایران آزادی. البته جواب سوالتون که روشن هست، چرا که گسترش مالیاتو میشه از تورم و قیمتهای افسار گسیخته هم دید و لحظه به لحظه حس کرد، همونطور که مردم حس میکنن. کما اینکه در قیام 1401 هم تبدیل به شعار اصلی مردم شده بود، اونها مستمرن کف خیابون فریاد میزدن فقر فسادگرانی میریم تا سرنگونی، یا اینکه شعارهایی که این روزها در کف خیابون ها توسط اقشار مختلف سر داده میشه. اما در پاسخ به سوال شما، برای اینکه گفته ها هم مستند باشند، از ترجیح میدم که از ارگان های رسمی نمونه هایی رو خدمتون ارائه بدم. از جمله اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال 2018 تا به حال شاهد جهش قابل توجهی در زمینه فقر بوده، به طوری که تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار گرفتن به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده. یا همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در خرداد ماه سال 1402 اعلام کرده بود که در فاصله سال‌های 1190 تا 1400، یعنی طی 10 سال، در حدود 11 میلیون نفر از جمعیت فقیر ایران بهشون اضافه شده، یعنی هر سال بیش از 1 میلیون نفر افزایش داشته. در کلیت بخوام خدمتون بگم نرخ فقر در ایران از سال 1385 روند فزاینده‌ای داشته، اما از سال 1397 به بعد تا به حال به بالای 30% رسیده. این به معنی این هستش که نزدیک به 1/3 جمعیت کشور زیر خط فقر هست. متاسفانه وقتی هم از خط فقر صحبت میکنیم، منظور سطحی از درآمد هست که حداقل نیازهای ضروری زندگی یک خانوار رو به اصطلاح تأمین کنه. درآمد پایین تر از خط فقر هم البته هست که به اون فقر مطلق اطلاق میشه، که خانوارها و افراد از حداقل درآمد برای تأمین نیازهای ضروری از جمله کالری مورد نیاز روزانه هم محروم هستند. و وضعیت واقعا به گونه ای هستش که بسیاری از مردم حتی قادر به تأمین ساده ترین اقلام مورد نیاز روزانه هم نیستن و در حد اینکه فقط گرسنه نخوابن غذا دارن که مصرف کنن. مثلا میزان مصرف پروتئین در کشور در مرز بحران هست. در یک گزارشی هم که مرکز پژوهش دانشگاه صنعتی شریف همین اخیراً منتشر کرده، نشون میدهند که در درصد خانوارهایی که در یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردند به 58% در سال 1400 رسیده بوده، که به عبارت ساده تر حدود 49 میلیون نفر در یک سال هیچ گوشت قرمزی مصرف نکردند و این واقعا فاجعه است. ابزاری اگر موافق باشیم برگردیم به بحث اصلی خودمون که موضوع مالیات هستش.
رئیسی ارائه لایحه بودجه مالیات ها رو تا 50% افزایش داده. خواستم بپرسم که تاثیر این مالیات ها روی طبقه متوسط و فقیر به چه صورته؟ البته در پاسخ باید بگم که اولا در ایران کنونی طبقه متوسط اساساً وجود نداره، یعنی جامعه به دو طبقه، یعنی اقلیت ثروتمند که اساساً ایادی خود همین حکومت هستند و اکثریت مردم فقیر تقسیم شده، یک تقسیم وحشتناک. اما در مورد مالیات هم خوبه که توضیح مختصری بدم، و اون این که میزان اخذ مالیات در بودجه سال 1402 برابر با 749 هزار میلیارد تومان بود. این میزان با رشد تقریبا 50% به 1122 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1403 بالغ شده طبق پیش بینی هاشون. حالا سوال این هستش که رئیسی این مالیات از چه کسانی واقعا میخواد بگیره؟ دولت رئیسی مبنای اخذ مالیات رو کارمندا و حقوق بگیران گذاشته که به صورت پلکانی همینطور از پایین به بالا این پلکون رو، این مالیات رو از اونها میگیره. یعنی مثلا افرادی که تا 16 میلیون تومان حقوق داشته باشن 10% و کسانی که بیشتر از 16 تا 17 میلیون حقوق داشته باشن تا 15% ازشون مالیات میگیره. این در شرایطی که صاحبان املاک با ارزش بالای 25 میلیارد تومان تنها 0.2% مالیات بایستی بدن طبق برآوردهای این دولت. در واقع این نظام ناعادلانه مالیاتی یکی از عوامل اصلی تشدید فقر تو ایران تحت حاکمیت خامنه ای هستش. یعنی در واقع مالیات ها به طور عمده از تولید کنندگان و همینطور کسبه اخذ میشه و سپس این مالیات ها، افزایش این مالیات ها به صورت افزایش قیمت ها به مصرف کنندگان اعمال میشه و به اونها منتقل میشه. یعنی این هم باعث وضعیت معیشتی مردم که با تورم بالاتر و بدتر به سمت قهقرا بره این سبب خواهد شد. از طرف دیگه شاهد معافیت های مالیاتی خیلی گسترده ای هم به نفع صاحبان ثروت و نهادهای خاص هستیم. به عنوان مثال خدمتتون میتونم بگم که در لایحه مالیاتی که همین اخیراً دولت رئیسی به مجلس داده همون ابتدا قید شده که نهادهای زیر نظر خامنه ای از شمول این قانون مستثنا هستند. این در حالیه که اساساً اقتصاد کشور در اختیار این نهادهاست. این البته نظام مالیاتی ناعادلانه عواقب بسیار ناگوار مختلفی به دنبال داره، از جمله اینکه افزایش قیمت ها، افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت های اجباری و غیره رو به دنبال داره، تا جایی که کارشناس های حکومتی هم خودشون هشدار دادن که چرا باید کسری بودجه رو عجیب مردم تأمین کنیم و هدف از این همه فشار مالیاتی بر مردم واقعا چی هستش؟ اخذ مالیاتی که دولت رئیسی در پیش گرفته، این شیوه مالیاتگیری چه تبعاتی برای رژیم داره؟ بله، موضوعی که در اساس هست، دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه دست به افزایش مالیات زده، اون هم اساس مالیات رو از طیف کسبه و همینطور که عرض کردم حقوق بگیران گذاشته. خب اخذ مالیات هر چقدر بیشتر باشه از طبقه متوسط و محروم منجر به افزایش تورم و فشار مضاعف بر معیشت مردم میشه، در نتیجه منجر به نارضایتی عمومی میشه، وضعیتی که اکثریت جامعه رو هدف قرار داده و به سمت خط فقر و زیر خط فقر اونها رو سوق میده. این وضعیت برای رژیم بسیار خطرناک هم هست، کما اینکه روزنامه حکومتی ابتکار اونطور که من دارم در شماره اول اسفند ماه از قول راغفر کارشناس اقتصادی رژیم می نویسه که مردم
هدف اصلی مالیات ها هستند. در لایحه مالیاتی که اخیراً دولت به مجلس ارائه داده در صفحه اول قید شده که نهادهای زیر نظر رهبری از شمول این قانون مستثنا هستند. این کارشناس همینطور ادامه میده که و اشاره میکنه به واکنش شدید اجتماعی در برابر فشارهای مالیاتی و هشدارش رو ادامه میده که این مسئله جامعه رو برآشفته کرده و انگشت اتهام افکار عمومی به سمت دولت خواهد بود. طبیعی است که این مسئله منجر به افزایش نارضایتی در جامعه شده و این نارضایتی ها در اشکال مختلف خودش بروز خواهد کرد. بعضی ها هم هشدار دادن و نوشتن که با وضع مالیات های سنگین معلوم نیست جامعه تا به کی تحمل فشارهای وارده را خواهد داشت و ابراز نگرانی ها همچنان ادامه داره. این رو از مشخصا روزنامه حکومتی جمهوری 16 آذر همین امسال خدمتون قرائت کردم. نکته آخر هم به نظرم این هست که با وضعیت جامعه تمرکز اخذ مالیات از اقشار کم درآمد از چسبه و حقوق بگیرا بیش از پیش بر خشم این قشر اضافه میکنه و بر آتش زیر خاکستر جامعه خواهد دمید که دیگه برای رژیم اون وقت دیر شده. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. خیلی ممنون. متشکرم از وقتی که در اختیارم گذاشتین. ممنون.